یه نفس و پاکسازی ریه با مرجون پیازی وقتتون بخیر دوستان و بینندگان عزیز کانال کلونومی همراه ما باشید استفاده منظم از پیاز به خصوص در افراد سیگاری باعث کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان میشه پیاز جزء مواد غذاییه که میتوان هزار و یک خاصیت برای اون نام برد پیاز حاوی اکسیدان قویه که در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد داره پیاز افراد سیگاری رو هم از خواص خودش بیبهره بهره نذاشته. خواص پیاز برای افراد سیگاری بسیار زیاده و از ابتلا به انواع بیماری ها از جمله سرطان ریه پیشگیری میکنه. پیاز یکی از درمان های انگیزه که روی ارتقای سلامت ریه ها تاثیر میذاره به ویژه اینکه افراد سیگاری به دلیل جذب سموم ترکیبات دخانیات نیاز بیشتری به این کار دارن. پیاز اثر خلطاور داره و باعث شل شدن عضلات راههای تنفسی و افزایش جریان هوا به ریه ها میشه به این ترتیب که از حفره دهان التحاب زدایی کرده و به دفع بخشی از عناصر آسیب رسان و بیماریزا کمک میکنه مصرف پیاز در افراد سیگاری مفیده پیاز خاصیت آرام بخش داره و کورستین در پیاز یک آنتی اکسیدان فوریه که از بدن در برابر بسیاری از بیماری ها محافظت میکنه حالا چرا باید افراد سیگاری پیاز بخورند از پیاز برای درمان سرماخوردگی و برونشید استفاده میشه. درمانگران سنتی مصرف پیاز جوشانده رو با مقدار کمی اصل هر چهار ساعت یک بار درمان موثری برای سرماخوردگی میدونن و برای التهاب برونشید نیز از فشرتن پیاز بر روی سینه استفاده میکنن. برای کاهش التهاب ناشی از نیش حشرات نیز از برش های تازه پیاز استفاده میشه. گیاه گیاهشناسان معتقدند که چای پیاز خاصیت آرامبخشی داره کشیدن تنباکو یکی از عوامل اصلی بروز سرطان مسانه در انسانه تصور میشه فلانوید های نظیر کورسین با اتصال و یا واکنش با مواد شیمیایی و سمی دیواره مسانه رو در برابر مواد سرطانزا محافظت میکنه بنابراین استفاده این منظم پیاز از اقدامات موثر در پیشگیری از سرطان خصوصا در مورد افراد سیگاریه سرطان و اختلالات نشری از جریان خون در افراد سیگاری وجود داره. کورسین و فیتونوتریت موجود در پیازی که همچون ویتامین آسی خاصیت آنتی اکسیدانی داره و همچنین این ماده میتونه رادیکال های آزاد خطرناک رو از بدن پاک کنه و افراد رو در برابر تغییرات سرطانی و بیماری هایی مثل آتروسکلورز محافظت کنه با اینکه کورسین در سیب و چای هم وجود داره تحقیقات نشون داده که جذب کورسین از پیاز بیشتر و سریعتر از سایر منابعه محققان معتقدن این ماده باعث ممانعت از تقریب کلسترول LDL توسط رادیکال های آزاد میشه و به این ترتیب خطر بروز بیماری های قلبی رو کاهش میده. همچنین تصور میشه کرسین لخته شدن خون رو مهار میکنه. کرسین موجود در پیاز نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی به هنگام کمبود و دریافت سایر آنتی نظیر ویتامین A و C خواهد داشت. پیاز و تنگی نفس پیشنهادیه که در طب سنتی برای رفع مشکلات تنفسی در کودکان و بزرگسالان تجویز میشه. پیاز جزء مواد اولیه بیشتر غذاهاست و یک تعم دهنده خوبه. پیاز فقط برای اهداف پخت و پز استفاده نمیشه بلکه خواص دارویی داره. پیاز قرمز خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد کننده و ضد ویروسی داره و حاوی ویتامین و سولفوره. مطالعات نشون داده پیاز جز بهترین ضد و هاست به علاوه آنتی اکسیدانی که کورسین گفته میشه و آنتوسیانین به شکل فلانوئید به درمان آلرژی کمک میکنه حالا مواد لازم رو برای نسخه مرجون پیازی و درمانش برای پاکسازی ریه و تنگی نفس رو بهتون میگیم نیم کیلو پیاز قرمز 6 تا 8 قاشق سوپخوری اصل 300 گرم شکر قهوه‌ای، دو عدد لیمون و 5 تا لیوان آب داخل ظرفی شکر رو گرم کنید تا صبح بشه بعد تکه پیاز قرمز رو به اون اضافه کنید و هم بزنید و به اون آب اضافه کنید اجازه بدید آب بجوشه و در حدی به یک سوم مقدار برسه سپس اجازه بدید تا سرد بشه و بعدش آب دیمو اصل رو به اون اضافه کنید و در طول شب اون رو در شیشه نگه دارید یه قاشق سوپخوری برای نوجوانان یه قاشق چایخوری برای کودکان توصیه میشه که قبل از هر وعده غذایی باید استفاده بشه همچنین میتونید از پیاز خام و پخته برای هر وعده استفاده کنید مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدارتون